میشیم با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از لندن. خوش آمدید خانم محبوبی. این بخشنامه ای که امروز منتشر شده برای همه زندان ها، یا در مثلا عملا جز اون بخشی از قوانینی در جمهوری اسلامی هست که نوشته میشن ولی خونده نمیشن؟ دقیقاً همین جوریه. چیزی در واقع بخشنامه ای هستش که به دلیل فشارهای بین‌المللی و قبل از همه چیز به دلیل افشاگری همین فایل‌های صوتی که همین الان پخش کردین و جسارت خانواده‌ها و زندانیان موجب شده. ببینین، جالب، اولین موردش در رابطه با سنجش زندانی از لحاظ روانی و جسمی است و همین دیشب امید موسوی، جوان 27 ساله‌ای که از دستگیر شدگان آبان ماه بود، بعد از ماه ها شکنجه سکته قلبی کرد. ما چند روز پیش در واقع بکتاش آپتین رو داشتیم که به دلیل اینکه آمدانه در معرض کرونا قرار داده شد و آمدانه به اون درمان ندادن جانش از دست داد. شهریور 99 که داد زیاد حسن نادر مختاری از دستگیر شدگان آبان ماه که بر اثر اصابت باتون و شکنجه های خیلی زیادی که شد به کما رفت و علارغم اینکه دکتر گفته بود این باید آزاد بشه، به بازداشتگاه مجددا منتقل شد. داده فوق‌العاده زیادی هستن که، و این صحبتی نیست که مال ماها سالها پیش هستش. از لحاظ حق زندانی، توماج صالحی بهش گفته شده که حق نداره وکیلش در دادگاه از اون دفاع کنه. شما در رابطه وقتی نگاه میکنین زندانیان رو با توهین بهشون دستبند و پابند میبرن. شرط بردن زندانی به خارج از زندان برای درمان اینه که این تحقیر رو بپذیره ولی لباس زندانی بپوشه. در مورد زنان صحبت میشه، زنان مورد تجاوز قرار میگیرن، در مورد حجاب زنان در این صحبت میشه. در زندان در واقع در زندان زنان شهرری قرچک اگر زندانیان سیاسی چادر به سر نمیکردن مورد ضرب و شتم قرار میگرفتن. به همین دلیل وقتی شما نگاه میکنین اینها همش کلماتی هستش که ما میدونیم هیچ معنی نایی نداره و صرفا از لحاظ بین‌المللی به خاطر که فشاری که روشون هست میشه. شما اشاره کردین که بیانیه زندانیان سیاسی گفته قتل سیستماتیک. این چیزی هستش که در سال 2012 ما در اولین نشستمون، خود من در اولین نشستم با بخش خارجی اتحادیه اروپا، در رابطه با قتل خاموش صحبت کردیم. اعدام زندانیان، اعدام خاموششون با محروم کردنشون از درمان. به همین دلیل من میتونم ساعت‌ها هزاران مثال برات میارم از بخش های بزرگ دیگه از این به اصطلاح بیانیه. بفرمایید خانم محبوبی، اصلا چه لزومی برای صدورش این بخشنامه وجود داشته وقتی ضمانت اجرایی نداره؟ اصلا همین الان این بخشنامه صادر شده، مثلا در مورد انفرادی های طولانی مدت گفته از 10 روز و نهایتا 15 روز درش صحبت شده، ولی همین الان میدونیم خانم محمدی بیش از 40 روز تو انفرادی هستن. همین موضوع رو آیا با استناد به این بخشنامه اصلا میشه پیگیری کرد؟ میشه تغییری درش داد؟ به هیچ عنوان. زندانیانی هستن که ماهاست در زندان هستن و خانواده‌شون هیچ اطلاعی ازشون نداره. به نظر من دو مسئله هستش، دو نکته در این موردی که جمهوری اسلامی گفته. یکی این که این نشون میده این افشاگری ها و در سطح بین‌المللی مخصوصا از طرف زندانیان و خانواده ها تاثیر داره و جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه. ما معتقد به این نیستیم که با این بیانیه میتونیم جمهوری اسلامی رو تاخیر بدیم، ولی میتونیم فشار عظیم‌تری در سطح بین‌المللی بیاریم که جمهوری اسلامی رو مجبور کنیم جوابگو باشه و در سطح بین‌المللی جمهوری اسلامی به خاطر زندان و شکنجه و اعدام معترضین و مردم از لحاظ سیاسی بایکوت بشه. به همین دلیل این به ما نشون میده این فشارها کمک میکنه که بتونیم هرچه بیشتر جمهوری اسلامی رو مجبور بکنیم که پاسخ بگه و تعقیب و پیگرد این جنایتکاران رو در دستور کار بذاریم. تشکر میکنم شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از لندن همراه ما.